شخصی میپرسد که برای هر هفته قرآن را ختم نمودن آن را چگونه باید تقسیم کرد؟ سوال: میخواهم برای هر هفته قرآن را ختم نمودن بهترین طریقه را پیدا بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک ماه چند مراتب قرآن را ختم نمودند؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. بهترین نمونه برای قرآن را در یک هفته ختم نمودن طریقه صحابگان رضی الله عنهم میباشد. آنها برای قرآن را در یک هفته ختم نمودن آن را به یک چند حزب قسمی از قرآن که انسان برای خواندن آن را جدا میکند تقسیم مینمودند. در روز اول 3 سوره اول را میخواندند، بعد از آن 5 سوره بعدی آن را، پس از آن 7 سوره، پس از آن 9 سوره، پس از آن 11 سوره، پس از آن 13 سوره، پس از آن المفصل را، یعنی از سوره های قاف تا آخر سوره ناس میخواندند. ابن قدامه گفته است قرآن را در 7 روز ختم نمودن مستحب میباشد، تا که او در هر هفته یک بار قرآن را ختم بکند. عبدالله ابن احمد رحمه الله گفته است پدرم روزانه هر 7 روز ختم قرآن می نمود و در یک روز از 7 یک قسم قرآن را می خواند و نظرش را از آن ترک نمی کرد. حنبل رحمه الله گفته است ابو عبدالله قرآن را از این جمعه تا جمعه دیگر ختم می نمود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر فرموده اند قرآن را در 7 روز بخوان و از آن زیاد مکن. روایت امام ابو داود. از اوس ابن حذیفه روایت شده است که گفت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم امشب به نزد ما دیر برآمدی. فرمودند هر آینه برای خواندن حزب قرآنم وضعیت برایم پیش آمده بود و خوشم نآمد که پیش از آن را تمام نمودنم خارج بشوم. اوس گفت از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که قرآن را چگونه تقسیم میکنید؟ گفتند 3 سوره، 5 سوره، 7 سوره، 9 سوره، 11، 13 و تنها حزب المفصل. روایت ابو داود. تا اینجا از کتاب المغنی جلد 2 صفحه 127 به آخر رسید. امام زرکشی در شرح این روایت چنین گفته است 3 سوره یعنی بقره، آل عمران، نساء، 5 سوره سوره مائده، انعام، اعراف، انفال، براءت، 7 سوره سوره یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل، 9 سوره اسراء، کهف، مریم، طه، انبیا، حج، مؤمنون، نور، فرقان، 11 سوره شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، 13 سوره صافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، محمد، فتح، حجرات. بعد از این حزب المفصل از اول آن از سوره قاف شروع شده تا آخر قرآن است. کتاب البرهان فی العلوم القرآن جلد 1 صفحه 247. حدیث را پیدا نکردیم که تقسیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم و در چند روز قرآن را ختم نمودنش را بیان کرده باشد. آن روایت هایی که در این خصوص آمده است چگونه ای که در بالا ذکر شد همه از صحابگان رضی الله عنهم می باشد. غیر از این پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شب را دراز میخوندند و در یک شب سوره بقره، آل عمران و نساء را ختم میکردند. الله سبحانه و تعالی داناتر است.